به نام خدا خانش کتاب انسان در جستجوی معنا از کانال ما تیوب قسمت هفتم در برای خودم قانونی وضع کرده بودم که ثابت شد قانون خوبی است و به مرور زمان خیلی از رفقایم از آن پیروی کردند به طور معمول به هر گونه سوالی با صداقت پاسخ می دادم. اما در واکنش به هر چیز دیگری که به طور سریح پرسش نبود سکوت اختیار می کردم. اگر سنم را می پرسیدند پاسخ می دادم. اگر از شغلم سوال می کردند می گفتم دکتر. اما وارد جزئیات نمی شدم. اولین صبح در آشویتس یک افسر SS به میدان رژه آمد. ما می بایست صفهای جداگانه ای تشکیل می دادیم. بالای چهل سال، زیر چهل سال، فلزکاران، مکانیک ها و از این قبیل. بعد ما برای فتح معاینه شدیم و تعدادی از زندانی ها مجبور شدند گروه جدیدی تشکیل بدهند. گروهی که من در آن بودم به کلبه دیگری رانده شدند و ما بادار شدیم دوباره صف ببندیم. وقتی در آنجا یک بار دیگر دست بندی شدیم و وقتی به پرسش هایی درباره سن و حرفه هم پاسخ دادم به گروه کوچک دیگری فرستاده شدم. یک بار دیگر ما به کلبه دیگری هدایت شدیم و به گروه های مختلف دیگری تقسیم شدیم. این وضع برای مدتی ادامه یافت و من هر لحظه افسرده تر می شدم. چرا که خودم را در میان بیگانگانی می آفدم که با زبانهای بیگانه و غیرقابل درک حرف می زدند. بعد نوبت آخرین تقسیم بندی رسید و دوباره به گروهی ملحق شدم که در کلبه اول با من بودند. در تمام این مدت آنها اصلا متوجه نشده بودند که من از یک کلبه به کلبه دیگری فرستاده شده بودم. اما از این حقیقت آگاه بودم که در آن چند دقیقه اقبال در شکلهای مختلف با من همراه بوده است. وقتی وسیله نقلیه بیماران برای آسایشگاه آماده شد، از آنجا که به دکترهای معدودی نیاز بود، اسم من که همان شماره من باشد به لیست اضافه شد. اما هیچ کس باور نمی کرد که مقصد واقعا یک آسایشگاه باشد. چند هفته قبل از این هم نقل و انتقالی شبیه به این آماده شده بود. آن زمان هم همه فکر کرده بودند که مقصد کوره های آدم سوزی است. وقتی اعلام شد، هر کس که برای نوبت هولناک شب داوطلب شود، از لیست نقل و انتقال برداشته می شود، بلا فاصله 82 زندانی داوطلب شدند. 15 دقیقه بعد حمل و نقل لغو شد. اما آن 82 نفر در لیست نوبت شبانه ماندند. برای اکثر آنها این به معنی مرگ ظرف دو هفته آینده بود. حالا برای بار دوم حمل و نقل برای آسایشگاه ترتیب داده شد. اما دوباره هیچ کس نمی دانست که آیا این حیلهی برای بهرکشی از بیماران تا آخرین نفس بود حتی شده برای چهارده روز یا به کوره های آدم سوزی و یا به یک آسایشگاه واقعی اعزام می شدند. یکی از شبها در ساعت یک رو به ده دکتر ارشد که به دلیلی مرا دوست داشت مخفیانه به من گفت من در اتاق کارگران بیمارستان اعلام کردم که تو هنوز هم می توانی اسم خودت را از لیست خط بزنی. تو تا ساعت ده وقت داری که این کار را بکنی. به او گفتم این روش من نیست چون یاد گرفتم خودم را به دست تقدیر بسپارم. گفتم همان بهتر که با رفقایم باشم. انگار میدانست چون نگاهی از روی ترحم در چشمانش موج میزد بدون ابراز کلمه ای دست مرا فشرد مثل اینکه مراسم خداحافظی باشد نه برای زندگی بلکه از زندگی به آرامی به سوی کلبه را افتادم آنجا دوست خوبی منتظرم بود. او با لحنی غمزده پرسید تو واقعا میخواهی با آنها بروی؟ بله دارم میروم. چشمانش پر از اشک شد و من سعی کردم او را آرام کنم. بعد یک چیز دیگر مانده بود تا انجام دهم. وسیعت کنم. گوش کن اوتو اگر من به خانه و به همسرم برنگشتم و اگر تو دوباره او را دیدی به او بگو که من هر روز و هر ساعت درباره او حرف می زدم. به یاد داشته باش. دوم این که من او را بیش از هر شخص دیگری دوست داشتم. سوم آن مدت کوتاهی که با او ازدواج کرده بودم از همه چیز مهمتر و با تر بوده است. حتی بعد از آنچه اینجا بر سرم آمده است او را هرگز فراموش نمی کنم. اوتو حالا کجایی؟ آیا زنده ای؟ از آخرین ساعتهایی که با هم بودیم تا حالا چه بر سرت آمده است؟ همسرت را دوباره پیدا کردی؟ یادت می آید که علا رقم عشق ریختنهای کودکانت وادارت کردم وسیعت مرا کلمه به کلمه حفظ کنی؟ روز بعد اردوگاه را با بقیه ترک کردم. این بار کلکی در کار نبود. ما به طرف اتاقهای گاز نمی رفتیم. ما واقعا به آسایشگاه می رفتیم. برای آن عده از رفقا که دلشان برای من میسوخت و در اردوگاه باقی ماندند، قحطی و گرسنگی به نسبت اردوگاه جدیدی که ما به آن منتقل شدیم، به مراتب شدیدتر بود. آنها تلاش کردند خودشان را نجات دهند، اما تنها سرنوشت خود را رقم زدند. ماها بعد از آزادی من با دوستی از اردوگاه قدیم برخورد کردم. او برای من تعریف کرد که چگونه به عنوان پلیس اردوگاه در میان تلی از اجساد به دنبال قطعی گم شده از گوشت انسان میگشت. او آن را در قابلمه ای که روی اجاقی در حال پختن بود پیدا و ضبط کرد. آدمخواری شروع شده بود. من به موقع آنجا را ترک کرده بود. آیا این سرگذشت تمثیل مرگ در هند را به یاد نمی آورد؟ یک روز بازرگانی ثروتمند با یکی از خدمتکارانش در باغ قدم میزد. خدمتکار فریاد زد که همکنون ازرائیل را دیده که قصد جانش را داشته است. او به اربابش التماس کرد که یکی از اسبان تیزپایش را در اختیار او قرار دهد تا او بتواند به سرعت به هند فرار کند. و همان شب به آنجا برسد. ارباب درخواست او را پذیرفت و خدمتکار سریع از آنجا دور شد. ارباب وقتی به خانه برگشت خودش با ازرائیل روبرو شد و از او پرسید چرا خدمتکار مرا ترساندی و او را تهدید کردی؟ ازرائیل پاسخ داد من او را تهدید نکردم فقط تعجب کردم که او هنوز هم اینجاست در صورتی که قرار بود او را امشب در هند ملاقات کنم. زندانی اردوگاه از تصمیم گیری درباره هر چیز و ابتکار عمل در هر موردی به شدت حراسان بود این ترس زاده این احساس قوی بود که او باور داشت سرنوشت مالک و سرور فرد است و تلاش شخص به هر شکل و روشی نمیتواند در آن تأثیری داشته باشد و در عوض او باید خود را به دست تقدیر بسپرد. علاوه بر این بیتفاوتی شدیدی بر روحیه زندانی حکم فرما بود که بر احساسات او تأثیر میگذاشت. گاهی لازم بود تصمیم های خلق و ساعه گرفته شود. تصمیم هایی که به معنای زندگی یا مرگ بود. او ترجیح می داد سرنوشت برای او تصمیم بگیرد. این گریزه از تعهد زمانی بیشتر آشکار می که زندانی مجبور بود برای فرار کردن یا ماندن در اردوگاه تصمیم بگیرد. در آن دقایقی که مجبور بود تصمیم بگیرد و همیشه مسئله دقیقه ها در کار بود، او شکنجه های جهنم را تجربه می کرد. آیا باید سعی کند از آنجا فرار کند؟ آیا باید خود را به مخاطره بیاندازد؟ من هم این عذاب و شکنجه را تجربه کردم. در حالی که جبهه جنگ نزدیکتر می شد، من موقعیتی برای فرار داشتم. یکی از همکاران من که وظیفه داشت در کشی که خود از کلبه های بیرون اردوگاه ایادت کند، میخواست فرار کند و مرا هم با خود ببرد. او به بهانه اینکه ناخوشی یکی از بیمارانش به مشاوره با یک متخصص احتیاج داشت، مرا به صورتی قاچاقی به بیرون برد. قرار بود بیرون از اردوگاه اعضای جنبش مقاومت خارجی به ما یونیفرم و مدارک لازم را بدهند. در آخرین لحظات به علت مشکلات فنی وادار شدیم بار دیگر به اردوگاه برگردیم. ما از این موقعیت استفاده کردیم تا برای خودمان مقداری خاروبار تهیه کنیم که چند سیب زمینی نیمه پوسیده بود و به دنبال یک کوله پشتی بگردیم. ما به زور وارد یک کلبه خالی در اردوگاه زنان شدیم و چون آنها به اردوگاه دیگری منتقل شده بودند هیچ کس آنجا نبود. کلبه خیلی در هم بر هم بود. معلوم بود که خیلی از زنها مایحتاج لازم را برداشته و فرار کرده بودند. کلبه پر از جلپاره، کاه، غذاهای فاسد شده و کاسکوزه های شکسته بود. بعضی کاسه ها در شرایط نسبتا خوبی بودند و هنوز هم برای ما با ارزش بودند. اما ما تصمیم گرفتیم آنها را با خودمان نبریم. ما میدانستیم که در این اواخر شرایط به قدری وخیم شده بود که این ظرف ها تنها برای غذا استفاده نشده بود. بلکه از آنها برای لگن شستشو و لگن رفع حاجت هم استفاده می شده است. در کلبه مقررات شدیدی علیه داشتن هر گونه ظرف اعمال می شود. اما به هر حال بعضی افراد مجبور بودند این قانون را بشکنند. به خصوص بیماران. بیماران مبتلا به تیفوس که به قدری ضعیف بودند که حتی با کمک دیگران هم نمی توانستند بیرون بروند. در حالی که من به مسابه سپر حائلی ایستادم، دوستم راه خود را به درون کلبه باز کرد. و چند لحظه بعد با یک کوله پشتی برگشت و آن را زیر لباسهای خود پنهان کرد. او کوله دیگری هم دیده بود که قرار شد من بردارم. بنابراین جای من را عوض کردیم و من به داخل کل برفتم. در میان آشقالها به دنبال کوله گشتم و آن را به اضافه یک مسواک پیدا کردم و ناگهان در بین همه اشیایی که جا گذاشته شده بود جسد یک زن را دیدم. به کلبه خود دویدم تا همه دار و ندارم را بردارم. کاسه غذا، یک جفت دستکش که از یک بیمار متوفا به ارث برده بودم و چند تکه کاغذ با یادداشتهایی به روش خلاصه نویسی. همانطور که پیش از این اشاره شد، شروع به بازنویسی نسخه کرده بودم که در آشویتس از دست داده بودم. برای آخرین بار به سرعت به بیماران تیفوسیم که بغل همدیگر روی تخت های پوسیده در دو طرف کلبه دراز کشیده بودند سر زدم. به سراغ تنها هم, شهری هم رفتم که تقریبا در حال مرگ بود و هدف و آرزویم این بود که زندگی او را علا شرایط بحرانیش نجات دهم. مجبور بودم قصد فرارم را از بقیه مخفی نگه دارم. اما به نظر می آمد که رفیقم حد زده بود که جریانی غیر عادی در کار است. شاید متوجه عصبی بودنم شد. با صدایی خسته پرسید تو هم داری فرار میکنی؟ انکار این کار کردم. اما خیلی مشکل بود از نگاه خسته و غمگینش اجتناب کنم. بعد از عیادت بقیه بیماران به طرف او برگشتم. دوباره با چشمانی معیوس به من نگاه کرد و من حس کردم که به نوعی مرا متهم می کند. از وقتی به دوستم گفته بودم با او فرار خواهم کرد، احساس ناخوشایند دیگری بانگیرم گیرم شده بود و حالا شدیدتر شد. ناگهان تصمیم گرفتم برای یک بار هم که شده سرنوشت زندگیم را در دستان خودم بگیرم. به بیرون کلبه دویدم و به دوستم گفتم که نمیتوانم با او بروم. بلا فاصله بعد از اینکه با قاطعیت تصمیم خودم مبنی بر ماندن در کنار بیمارانم را به دوستم گفتم آن احساس ناخوشایند از بین رفت نمیدانستم در روزهای آینده چه پیش خواهد آمد اما من یک آرامش درونی به دست آوردم که قبل از آن هرگز تجربه نکرده بودم به کل برگشتم و بر لبه تخته هایی که همشهریم هم رویشان دراز کشیده بود نشستم و سعی کردم به او آرامش بدهم. بعد با بقیه حرف زدم و تلاش کردم از حالت هزیانیشان بکاهم. آخرین روز ما در اردوگاه فرا رسید. در حالی که جبهه جنگ نزدیک می شد، تقریبا تمام زندانی ها به اردوگاه های دیگر منتقل شده بودند. مسئولان اردوگاه، کاپوها و آشپزها فرار کرده بودند. در این روز دستوری صادر شد که اردوگاه باید تا غروب آفتاب کاملا تخلیه شود. حتی چند زندانی باقی مانده یعنی بیماران، چند دکتر و بعضی پرستارها باید آنجا را ترک می کردند. اردوگاه باید همان شب به آتش کشیده شود. بعد از ظهر هنوز کامیون هایی که قرار بود بیماران را از آنجا ببرند نرسیده بودند. ناگهان دروازه های اردوگاه بسته شد و برای اینکه کسی قصد فرار نکند سیم های خاردار زیر نظر گرفته شد. به نظر می آمد که تقدیر باقی زندانی ها این بود که با اردوگاه بسوزند. برای دومین بار من و دوستم تصمیم گرفتیم فرار کنیم. به ما دستور داده شده بود تا سه جسد را بیرون محوطه سیم خاردار دفن کنیم. ما دو نفر تنها کسانی بودیم که برای انجام این کار توان کافی داشتیم. تقریبا همه افراد دیگر که از شدت تب و هزیان زار و نحیف شده بودند در باقی مانده کلبه هایی که هنوز هم از آنها استفاده میشد دراز کشیده بودند. حالا فرصتی به دست آمد تا برای فرارمان برنامه ریزی کنیم. باید کوله پشتی دوستم را در یک وان لباسشویی که از آن به عنوان تابوت استفاده می شد مخفی می کردیم و بیرون می بردیم. وقتی دومین جسد را بیرون می بردیم کوله من را هم به بیرون منتقل می کردیم و تصمیم داشتیم دفعه سوم فرار کنیم. دوباره اول طبق برنامه پیش رفت. وقتی برگشتیم من منتظر ماندم و دوستم سعی کرد تکنانی پیدا کند تا طی چند روز آینده در جنگل چیزی برای خوردن داشته باشیم. من منتظر ماندم. دقیقه ها گذشتند و چون او برنگشت من بیشتر و بیشتر بیتاب شدم. بعد از سه سال حبس من شادمانانه آزادی را مجسم می کردم. تصور می کردم چقدر شگفت انگیز خواهد بود که به سوی جبهه جنگ بدوم. اما ما تا آن حد پیش نرفتیم. در همون لحظه ای که دوستم برگشت دروازه اردوگاه باز شد. یک خودروی با شکوه آلمینیوم رنگ که روی آن صلیب سرخ نقاشی شده بود به آرامی به طرف میدان رژه در حرکت بود. نماینده ای از صلیب سرخ جهانی در ژنو رسیده بود. اردوگاه و زندانیانش تحت محافظت او بودند. این نماینده در یکی از خانه های کشاورزان در نزدیکی اردوگاه مستقر شده بود تا در صورت بروز شرایط بحرانی بتواند سریع اقدام کند. حالا چه کسی نگران فرار کردن بود؟ جعبه های دارو از خود رو خالی شدند. سیگار بین زندانیان تقسیم شد. از ما عکس گرفتند و مسرت و شادی به چهره همه برگشت. حالا دیگر نیازی نبود که با دویدن به طرف جبهه جان خودمان را به خطر بیاندازیم. در این شور و هیجان ما جنازه سوم را از یاد برده بودیم. بنابراین آن را بیرون بردیم و در گور باریکی که برای سه جسد کنده بودیم انداختیم. رفتار نگهبانی که ما را همراهی کرد که نسبتا مرد بی آزاری بود ناگهان به ملاتفت گرایید. او فهمید که ممکن است اوضاع عوض شود و سعی کرد دل ما را به دست بیاورد. قبل از اینکه روی سه متوفی خاک بریزیم او برای خواندن دعای کوتاهی به ما پیوست. بعد از تنش و هیجان چند روز و چند ساعت گذشته، آن چند روز پیکار با مرگ، دعای ما برای آرامش روح متوفیان همانقدر پرشور بود که تا به حال از زبان هر انسانی ادا شده بود. بنابراین، آخرین روز در اردوگاه در انتظار آزادی سپری شد. اما ما خیلی زود زده شده بودیم. نماینده صلیب سرخ به ما اطمینان داد که یک توافق نامه امضا شده که اردوگاه نباید تخلیه شود اما همان شب معموران اس با چند کامیون و دستور تخلیه اردوگاه از راه رسیدند قرار بود آخرین زندانیان باقی مانده به یک اردوگاه مرکزی منتقل شوند و ظرف 48 ساعت از آنجا به سوئیس فرستاده شوند تا با زندانیان جنگی معاوضه شوند. ما به سختی توانستیم اس اس ها را بشناسیم. رفتارشان بیش از حد دوستانه بود و سعی می کردند ما را قانع کنند که بدون واهمه سوار کامیون ها شویم و به ما می گفتند که باید برای اقبال بلندمان شکرگزار باشیم. آن عده از افراد که توان کافی داشتند سوار کامیون ها شدند و آنها که بیمار و ضعیف بودند با کمک دیگران و با سختی به کامیون ها منتقل شدند. من و دوستم که حالا کول پاشتی را پنهان نمی کردیم در آخرین گروه ایستادیم. از آن گروه سیزده نفر انتخاب می شدند تا با کامیون بعدی یا آخری اعزام شوند. دکتر ارشد تعداد لازم را شمرد ولی ما دوتا را به حساب نیاورد. آن سیزده نفر را سوار کامیون کردند و ما مجبور شدیم منتظر بمانیم ما که تعجب زده، خشمگین و معیوس شده بودیم دکتر ارشد را ملامت می کردیم و او هم با گفتن این که خیلی خسته است و حواسش پرت شده خودش را تبرئه کرد او گفت که فکر می‌کرده ما هنوز هم تصمیم داشتیم فرار کنیم در حالی که کوله ها را روی شانه مان انداخته بودیم با بی صبری نشستیم و با عده معدودی از زندانیان باقی مانده منتظر کامیون بعدی شدیم. مجبور شدیم مدت زیادی منتظر بمانیم. بالاخره روی تشک های اتاق خالی نگهبانان دراز کشیدیم. خسته و کوفته از هیجانات چند روز و چند ساعت گذشته که در خلال آن مرتبا بین بیم و امید در نوسان بودیم. آماده سفر با کفش ها و لباس هایمان خوابیدیم از صدای شلی که توپ و توفنگ بیدار شدیم جرقه گلوله های ردیاب و توفنگ به درون کلبه رخنه کرد دکتر ارشد به درون کلبه پرید و به ما دستور داد سنگر بگیریم یکی از زندانی ها که کفش به پاداشت از روی تخت دو طبقه روی شکم من پرید این ضربه مرا درست و حسابی بیدار کرد. بعد فهمیدیم چه اتفاقی دارد می افتد. جبهه جنگ به ما رسیده بود. شلیک ها کم شد و صبح فرا رسید. بیرون روی تیرکی در کنار دروازه پرچم سفیدی در احتزاز بود. چندین هفته بعد فهمیدیم که حتی در آن چند ساعت آخر تقدیر با ما چند زندانی باقی مانده بازی کرده است ما متوجه شدیم که تصمیم‌های انسان چقدر ناپایدار است به خصوص در امور مربوط به مرگ و زندگی من با عکسهایی مواجه شدم که در اردوگاه کوچکی که از اردوگاه ما زیاد دور نبود گرفته شده بود آن شب دوستان ما که فکر کرده بودند به سوی آزادی سفر می‌کنند به این اردوگاه منتقل شده بودند و در آنجا آنها را به داخل کلبه ای برده در آن را قفل کرده کلبه را آتش زده و همه آنها را زنده زنده سوزانده بودند در این عکس ها پیکرهای نیمه سوخته آنها قابل شناسایی بود من دوباره به یاد داستان مرگ در هند افتادم بی تفاوتی زندانی علاوه بر نقش آن به عنوان ساختاری دفاعی نتیجه عوامل دیگری نیز بود. گرسنگی و بیخوابی همچنان که در زندگی عادی هم مؤثرند. زودرنجی و حساسیت متداول که مشخصه دیگری از حالات روحی زندانی بود هم به این بیتفاوتی کمک میکرد. بیخوابی تا حدی به دلیل اذیت و آزار موجودات موزی بود. که عدم رعایت اصول بهداشت باعث آن میشد که این خود در نتیجه تعداد بیش از ظرفیت زندانی در کلبه ها بود. واقعیت این که ما نه نیکوتین و نه کافئین در اختیار داشتیم نیز به حالت بیتفاوتی و زودرنجی کمک می کرد. گذشته از این دلایل جسمانی، دلایل روحی هم وجود داشت که به شکل عقده های خاصی بروز می کرد. اکثر زندانیان از نوعی عقده خود کوچک بینی رنج می بردند. ما زمانی خیال می کردیم کسی هستیم. حالا با ما به گونه‌ای رفتار می که گویی هیچ چیز نیستیم. آگاهی از ارزش های درونی هر فرد به عواملی والاتر و معنویتر وابسته است که زندگی در اردوگاه نمی تواند آن را متزلزل کند. اما چند نفر انسان آزاد دارای این خصوصیت می باشند. زندانی که جای خود دارد. یک زندانی معمولی بدون اینکه در این باره آگاهانه فکر کند، احساس می کرد کاملا پست و زبون است. این پدیده وقتی آشکار می شد که تضادهای ساختار منحصر به فرد اردوگاه از منظر جامعه شناسی مورد مطالعه قرار می گرفت. قاعدتا زندانی های ممتازتر، کاپوها، آشپزها، انباردارها و پولیس های اردوگاه برعکس اکثریت زندانیان به هیچ وجه خود را خار و خفیف نمی پنداشتند. بلکه فکر میکردند کردند ترفی گرفتند. حتی برخی از آنها برای خود شعن و مقامی متصور بودند. واکنش روانی اکثریت زندانیانی که از این اقلیت مورد لطف و توجه گلمند بودند و به آنها قبطه میخوردند به گونه های مختلفی بعضی وقتها به صورت لطیفه ظهور میکرد. برای مثال شنیدم که یکی از زندانی ها در مورد یک کاپو به زندانی دیگر میگفت فکرش را بکن من این مرد را وقتی فقط مدیر عامل یک بانک بزرگ بود می شناختم. خوششانسی نیست که او در این دنیا اینقدر پیشرفت کرده؟ هر وقت بین اکثریت تقلیلی یافته و اقلیت ارتقا یافته مناقشه ای در می گرفت و موقعیت های زیادی برای درگیری وجود داشت که برای مثال تقسیم غذایی از آنها بود به فرجامی بحرانی منجر می شد. بنابراین زودرنجی متداول در بین زندانیان که پیش از این به عوامل فیزیکی آن پرداخته شد هنگامی شدیدتر میشد. که تنش های روانی هم به آن اضافه می شود. جای تعجب نیست که این تنش ها غالباً به دعوا انجامید. از آنجا که زندانیان دائما شاهد صحنه های کتککاری بودند، انگیزه برای خشونت تشدید می شود. خود من وقتی خشمگین می شدم، وقتی گرسنه و خسته بودم، حس میکردم کردم گره شده است. من معمولا خیلی خسته بودم. چون باید در تمام طول شب هیزم روی اجاق می که در کلبه ما به خاطر بیماران مبتلا به تیفوس مجاز بود. ولی به هر حال بیشترین اوقات فراغتی که نصیبم می در همین نیمه شبها بود که بقیه یا در حالت تب و هزیان بودند و یا خوابیده بودند. می توانستم جلوی اجاق دراز بکشم و چند سیب زمینی را که کش رفته بودم در آتشی که زغال آن هم دزدی بود بپزم. اما روز بعد بیشتر احساس خستگی، کرختی و بیحسلگی می کردم. در حالی که به عنوان دکتر در بلوک تیفوس کار میکردم مجبور بودم وظایف سرپرست ارشد بلوک را هم که بیمار بود به عهده بگیرم. بنابراین من در قبال مقامات اردوگاه مسئولیت تمیز نگاه داشتن کلبه را نیز به عهده داشتم. اگر بتوان از کلبه تمیز برای تعریف کردن آن گونه شرایط استفاده کرد. بازرسی هایی که به ظاهر برای رعایت بهداشت انجام میشد بیشتر به قصد شکنجه بود تا رعایت موازین بهداشتی غذای بیشتر و چند قلم دارو بیشتر کمک میکرد اما تنها چیزی که برای بازرسها اهمیت داشت این بود که آیا ذره پوشال در وسط راه رو جا مانده بود یا نه و یا اینکه پتوهای کثیف، پارپوره و مملو و از شفش و دیگر حشرات موزی در پایین پای بیماران درست تا شده بودند یا نه آنها به وضعیت و سرنوشت زندانی ها کاملا بی توجه بودند اگر من با زیرکی گزارش می دادم و به سرعت کلاه زندانم را از سر تراشیده هم بر می داشتم و پاشنه پاهایم را به هم می و می گفتم کلبه شماره نه و چار، پنج و دو بیمار، دو کمک پرستار و یک دکتر آنها راضی بودند و آنجا را ترک می کردند. اما تا وقتی که آنها در زمان تعیین شده به کلبه برسند، من ناچار بودم مرتبا پتوها را صاف و صوف کنم. ذره های پوشال را که از تخت های بالا افتاده بود از زمین بردارم و سر بیچاره هایی که رخت خوابشان را به هم ریخته بودند و همه تلاش مرا برای تمیزی و نظم و ترتیب به خطر انداخته بودند فریاد بزنم. بیخیالی به خصوص در میان بیماران تبدار خیلی زیاد بود. بنابراین اگر سرشان فریاد نمی زدم، هیچ واکنشی از خود نشان نمیدادند. بعضی اوقات حتی این روش هم مؤثر نبود و به خیشتنداری زیادی نیاز بود که به تنبیه بدنی متوسل نشوی. چرا که تندخویی خود شخص در برخورد با تفاوتی طرف مقابل به خصوص در مواجهه با خطر مثلا در زمان بازرسی که خود عامل این حساسیت و تند مزاجی بود ابعادی عظیم به خود می گرفت. پایان قسمت هفتم